سرخط خبرها. مرگ 158 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران. در اولین روز کاری سال جدید رفت و آمد در تهران افزایش یافت. با مرگ حدود 800 نفر دیگر شمار قربانیان کرونا در اسپانیا به حدود 12000 نفر رسید. محدودیت رفت آمد و تجمع دو هفته دیگر تمدید شد. ماسک موضوع تازه تنش‌های دیپلماتیک در جهان. کانادا و آلمان به سیاست‌های آمریکا در مورد تجارت ماسک اعتراض کردند. و استفاده از تکنولوژی در روسیه برای گیر انداختن کسانی که از قرنطینه فرار می‌کنند. بعضی نگرانند بعد از کرونا از آن سوء استفاده شود. سلام به این بخش خبر خوش آمدید. طبق آمار وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 158 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران فوت کردند. با این حال ستاد ملی کرونا در ایران گفته تمامی واحدهای تولیدی با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی می توانند از امروز فعالیت خود را از سر بگیرند. دیروز سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به این تصمیم اعتراض کرده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته طرح فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله گذاری هوشمند ادامه پیدا میکند. مهدی بگی گزارش میدهد. بازار تهرانه. نیمه فروردین شده و به نظر عده‌ای از مردم از بیکاری به تنگ آمدند. گزارش های تلویزیون ایران میگوید امروز خیابان های تهران و برخی از شهرهای بزرگ شلوغتر از روزهای قبل بوده. اما چرا؟ والا یه سریشون کار دارن، یه سریشون دوست دارن. والا ما هم همینجوری اومدیم. ما مجهز اومدیم دیگه. ما هم اجاره بدیم و بعد بیایم، ولی نمیتونیم. واقعا میگم تو این شرایط باید ببندیم. شلوغی تهران مسئولان بهداشت را هم نگران کرده. مثلا این سطح ترافیکی که امروز صبح در شهر تهران بود و بعضی از اتوبان ها ماشین ها واسطاده بودن، واقعیتش اینه که ما رو نگران میکنه، چون اینها میتونن هر کدومشون ویروس رو به خونه یا محل کارشون ببرن. با پایان تعطیلات نوروزی بعضی از ادارات و کسب و کارهایی که دولت دستور تعطیلیشان را نداده فعالیتشان را از سر گرفتند. ستاد ملی کرونا هم گفته تمامی واحدهای تولیدی از امروز می توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی کارشان را آغاز کنند. اینها به علاوه جیب خالی عده زیادی از مردم به نظر به شلوغ شدن خیابان‌ها کمک کرده. گرسنگی کمتر از کرونا نیست، بیپولی کمتر از کرونا نیست. ای کاش مسئولین رو درک می‌کردن و وقتی می‌گفتن که تو خونه بمونین و سر کار نرین، می‌گفتن که با چه پشتوانه‌ای، با چه پولی، با چه نون و آبی. این هم آمار کرونای امروز دولت ایران. تعداد کل مبتلایان به 55743 نفر رسیده. تا امروز 3452 نفر فوت کردند و 19736 نفر هم بهبود پیدا کردند. آماری که بسیاری در مورد صحت آن تردید دارند. تعداد قربانیان کرونا در ایران هر روز در حال افزایش است و انتقادها از عملکرد مسئولان بالا گرفته. مصطفی معین رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران در گفتگو با روزنامه مستقل گفته در آغاز اپیدمی عدم شفافیت یا پنهانکاری در اعلام موارد تشخیص داده شده باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی بیشتر مردم شد. آقای معین گفته بستری شدن‌ها ادامه دارد و به نظر می‌رسد هنوز در نقطه اوج بیماری قرار داریم. اقدامات جزئی و مقطعی در حال انجام است. سازمان مدیریت پسماند معابر و خیابان‌های مناطق 12، 15 و 16 تهران را ضد عفونی می‌کند. جنگ ادامه دارد. آنچنان که هزاران سال است از آغاز هبوط بشر در کره زمین تا کنون ادامه داشته است. بسیج و سپاه هم مشغول گند زدایی خیابان‌ها هستند. البته با تبلیغاتی وسیع و پر سر و صدا. اینها اما با وجود این به نظر کرونا همچنان پیشتاز است. وزارت ارتباطات گفته برای تشویق مردم به خانه ماندن به زودی بسته های رایگان اینترنت ارائه می کند. اما این هم به نظر نمی رسد بتواند
خانه گریزها را به خانه نشینی تشویق کند. مشهد، گواه خلج، 15 فروردین. از جمله این جوانها که دیشب در مشهد قر کمرشان را در کوه و کمر ریختند. مهدی بیگی، بی بی سی. از رضا علیجانی فعال ملی مذهبی پرسیدم چرا بین گفته‌های مقام‌های وزارت بهداشت و مسئولان دیگر دولتی درباره آغاز به کار دوباره کسب و کارها تناقض وجود دارد. در این مورد مشخص ما شاهد دو تا چالش دو تا دیدگاه هستیم. یه دیدگاه که از نظام پزشکی و درمانی کشور میاد و این جان آدمیزاد رو در اولویت قرار میده و یه دیدگاه که از نظام اقتصادی و مدیریتی کلان کشور میاد و خرج و دخل کشور و مدیریت اون رو اولویت میده. آقای روحانی خب بودجهش یه بودجه است که در همون روی کاغذ هم در اول با هم ناهمخوان بود. الان خرجش بیشتر شده، درآمد و مدخلش کمتر شده. اون نامه‌ای هم که به آقای خامنه‌ای نوشت برای برداشت از اون ذخایر ارزی کشور خوب از لحاظ سیاسی خیلی معنا داره. یعنی یک اختلاف پشت صحنه رو روی صحنه میاره. دولت روحانی این رو به جان میخره که به هر حال چالش بکنه با رهبر و رهبر هم این رو به جان میخره که در برابر انظار مردم با سرسختی سکوت بکنه در برابر این. الان هم این وضعیت به اصطلاح دولت میخواد کشور رو اداره بکنه، کشور خرج و برجی داره و خب باید چرخ اقتصادیش تو همین چارچوب به چرخ. دولت جرأت ندارد بودجه روحانیت کم بکنه، جرأت ندارد برج مملکت ریخت و پاشا کم بکنه. بنابراین بایستی مردم بیان کار بکنن، بتونه مالیات بگیره، بنزین بفروشه، یه بخشی از جمعیت درآمدشون خودشون کسب بکنن و نیاز به کمک دولت نداشته باشن. گفتگویی بود با رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس. واکنش مقامات متناقض بوده، برخورد مردم هم همینطور. رجا اسدی همکارم از لندن طریق خط اسکایپ با ماست. رجا بیشتر بهمون بگو که الان مردم در شبکه‌های اجتماعی چه چیزایی رو در موردش صحبت میکنن و نگرانی اصلیشون برای این برخوردهای متناقض چیه؟ ناجی، همطور که خودت و مهمون برنامه هم پیشتر اشاره کرد، خیلی دارن انتقاد میکنن از این سیاست یک بام و دو هوای دولت، یعنی به انتقاد به مدیریت دولت. از یک طرف از مردم میخوان که در خونه هاشون بمونن و از طرف دیگه اصناف و کارهای اداری همچنان باز شده و مردم باید برن سر کار. از شهروندان و کاربران، کسایی که با ما مستقیما تماس گرفتن، دارن میگن که نباید از مردم انتقاد کرد، انگار سیاست طوری داره پیش میره که میخوان مردم رو شماتت کنن که همکاری نمی کنن که جلوی شیوع کرونا گرفته بشه و در خانه نمیمونن. دارن میگن که کاربران دارن میگن این تقصیر مردم نیست، دولته که باید زمینه های ماندن در خانه مردم رو فراهم کنه و دولت پولی نداره که این کار رو انجام بده، برای اینکه قرنطینه کردن و ماندن در خانه هزینه اقتصادی هنگفتی داره و دولت چون نمیتونه این هزینه ها رو برآورده بکنه هیچ اقدامی انجام نمیده و داره مسئولیت رو یک جوری میندازه رو دوش مردم، در حالی که کسی که اجاره خونه داره، کسی که رئیسش میگه فردا هفته صبح باید بیای سر کار، کسی که روز مزده، اینها نمیتونن در خونه بمونن، باید بیان بیرون دنبال یک لقمه نون. اینا و... فقط کسانی که اشتغال ها یا کسب و کارهای کوچکی هم بودن مثل اینکه نیست و ما الان اخباری در دست داریم که به بعضی از کارمندان ادارات گفته شده که اگر در محل کار حاضر نشید بهتون پرداختی صورت نمیگیره. دقیقا همینه. پیام هایی هم به دست ما رسیده در مورد همین که وقتی رئیسش گفته که فردا صبح باید بیاد سر کار، چه کار باید کرد و این هم ناهماهنگی بین دولت و دستگاه های اجراییه که هیچ کاری انجام نمیده. از یه طرف وزارت بهداشت معاونش امروز گفت که ما نگران هستیم که شیوع گسترده کرونا در تهران همچنان ادامه داشته باشه، برای اینکه وضعیت تردد و ترافیک تهران خطرناک بوده. از یه طرف همین دولت اجازه میده که فعالیت ها دوباره برگرده و کاربران دارن میگن که این مدتی هم که مردم در خونه موندن به خاطر مدیریت دولت نبود،
دو هفته تعطیلات عید بود و مردم در خونه بودن و دیدیم که 13 روز 13 به در مردم نیومدن بیرون و همکاری کردن، اما الان چاره‌ای ندارن و باید بیان بیرون. کسای دیگه هم نگرانی‌های دیگه‌ای دارن، مثلا الان میدونیم کودکان در خونه موندن برای اینکه مدرسه‌ها تعطیله و حالا تکلیفشون چیه وقتی پدر و مادر باید برن سر کار و شاغلن؟ چه کسی از این بچه‌ها نگهداری می‌کنه؟ یا پدر مادرهایی بودن که با ما تماس گرفتن و گفتن ما نگران این هستیم که میریم خونه و بیماری رو به هر حال ناقل بیماری میشیم و بیماری رو با خودمون میاریم خونه و به فرزندانمون انتقال میدیم. بحث دیگه ای هم که رجا ممکنه که مطرح بشه اینه که در خیلی از کشورها فضاهای شهری به مردم اجازه میده که مثلا در قرنطینه باشن و در طول هر روز یک ساعت رو برن در پارک و از یه فضای عمومی بهره مند بشن، ولی در ایران عملا ما این رو در خیلی از جاها نداریم و در بسیاری از مناطق مردم حتی زندگی زاغه‌نشینی دارند. درسته، به همه اینا اشاره شده. همین نکته خوبی که گفتی اینه که مثلا ویدیوهای دست به دست میشه از کودکان خیابانگرد. یک ویدیویی من روز گذشته میدیدم که کودک واکسنی بود در بخش اورژانس بیمارستان، کف زمین بساتش رو باز کرده بود که کفش مردم رو واکس بزنه و میگفت من نونآور خانواده هستم، کجا برم خونه؟ نمیتونم برم خونه. و درست در جایی که بسیار آلوده است به ویروس کرونا کف زمین نشسته بود. و این سوال مطرحه که اینها رو چه کسی بهشون کمک میکنه؟ کدوم خونه هست که این کودکان خیابانی و کسایی که بی خانمانند برن و اینها خودشون ناقل ویروس میشن و ویروس رو در سطح جامعه پراکنده میکنن؟ خیلی مقایسه، همین مقایسه‌ای که تو کردی بقیه هم کردن و بیشترین مقایسه در این زمینه است که دولت مثلا بریتانیا یک هزینه‌ای در نظر گرفته برای کسایی که به خاطر کرونا مجبورن خونه بمونن، کارشون رو از دست دادن و گفته مثلا تا یک مقدار میتونن درخواست کنن و ما به اینها حقوق ماهانه نمیدیم. در بریتانیا، در خیلی کشورهای اروپایی این اتفاق افتاده، اما در ایران این اتفاق نیفتاده و دولت فقط فعلا داریم میشنویم که داره قول میده، وعده میده که بسته های کمک های اقتصادی و حمایت های مالی بکنه، اما به نظر نمیاد که این وعده ها اگر هم عملی شده باشه کافی باشه. ممنونم از رجا اسدی. در اسپانیا با مرگ بیش از 800 نفر دیگر شمار موارد مرگ بر اثر کرونا به 11700 نفر رسید. با این حال تعداد موارد مرگ روزانه به پایین ترین رقم در یک هفته اخیر رسیده. وزارت بهداشت اسپانیا پیشتر گفته بود بحران شیوع کرونا در این کشور در حال رسیدن به نقطه اوج است. همزمان در بریتانیا، لندن آخر هفته آفتابی دارد، اما همین هوای خوش خطر احتمال شکستن قرنطینه را پیش کشیده و دولت بار دیگر هشدار داده که مردم در خانه بمانند. مهرداد فرهمند از وضعیت شیوع کرونا در گوشه و کنار جهان گزارش می‌دهد. سه دقیقه سکوت در شهر ووهان چین در سوگ 3000 نفر که در این کشور قربانی کرونا شدند. از جمله این قربانیان 14 تن از خدمه پزشکی شهرند. یکیشان دکتر لی ونلیانگ، همان پزشکی که وقتی شیوع کرونا را هشدار داد توبیخ شد، اما حالا همان مسئولانی که او را سرزنش کردند برایش گرامی داشت گرفتند. در این سوگواری نوعی اعلام پیروزی هم هست. سوگواری یعنی پایان و چینی ها هر روز از بهبود اوضاع و بازگشت زندگی عادی خبر می‌دهند. کانون مرگ دیگر ووهان نیست، نیویورک است. این کلان شهر اکنون آلوده‌ترین جا به ویروس کرونا در آمریکایی است که به اوج تازه‌ای رسیده. 1300 مرگ بر اثر کرونا ظرف تنها 24 ساعت در ایالات متحده ثبت شده. رئیس جمهور دونالد ترامپ به مردم توصیه کرده که دهان بند بزنند، اما خودش به این توصیه عمل نمی کند. دوست ندارم بپوشم، این فقط توصیه است. من حالم خوبه، به من نمیاد تو دفترم تو کاخ سفید پشت اون میز پرشکوه و جلال بشینم و با ماسک با رؤسای جمهور و نخست وزیرها و دیکتاتورها و پادشاه ها و ملکه ها حرف بزنم. Presidents, prime ministers, dictators.
موضوع دهانبند جنجال سیاسی هم آفریده، آن هم با کشوری دوست. وزیر داخلی برلن، پایتخت آلمان، شاکی شده که دهانبندهایی که برای پلیس این شهر از آمریکا سفارش داده بود توقیف شده و جلو ارسالشان را گرفتند. آمریکا تکذیب کرده، اما مسئول آلمانی همچنان شاکی و خشمگین است. ترامپ دستور داده صدور امکانات پزشکی مورد نیاز برای مبارزه با کرونا ممنوع شود، چون آمریکایی‌ها با آنها بیشتر نیاز دارند. اما سفارش پلیس برلن پیش از این فرمان ممنوعیت بوده. مرتضی فرهمند، بی بی سی. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. ایران اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 158 نفر دیگر در این کشور بر اثر بیماری کووید 19 درگذشتند. همزمان تردد در شهر تهران با شروع سال جدید کاری افزایش یافته. همزمان با مرگ حدود 800 نفر دیگر بر اثر کرونا در اسپانیا، دولت این کشور محدودیت رفت آمد و تجمع را 2 هفته دیگر تمدید کرد. در ادامه برنامه، همایون خسروی نوازنده ویولونسل درگذشت. با افزایش شمار مبتلایان به کرونا در افغانستان، کمیته اضطرار پیشگیری از شیوع این ویروس در کابل اعلام کرده است فردا محدودیت‌هایی را برای رفت آمد و تجمع اعمال می‌کند. کسانی که این محدودیت‌ها را رعایت نکنند ممکن است جریمه نقدی شوند. وزارت صحت گفته شمار موارد ابتلا به حدود 300 نفر رسیده و دست کم 7 نفر جان باختند، از جمله 1 نفر در کابل. مقامات هشدار دادند اگر پایتخت نشینان به محدودیت‌های رفت آمد توجه نکنند، شیوع کرونا گسترده خواهد شد. نسرین نوا خبرنگار ما میگوید تردد و تجمع هنوز در تفریگاه های کابل ادامه دارد. خانه جای ماست، کرونا دیر نیست. خانه جای ماست، کرونا راهش را به شعر و موسیقی هم باز کرد. آهنگی که این روزها شنونده های زیادی دارد. فرهاد دریا، هنرمند سرشناس افغان، این گونه از مردم میخواهد در خانه بمانند. در خانه بمانیم، صمیمانه بمانیم، در خانه. شعر این آهنگ پر از توصیه هایی است که به درد این دوران کرونا میخورد. بر سفره فقیر نان و عسل شویم، از کمک به نیازمندان تا استفاده درست از وقت در خانه. بین کتاب ها غرق غزل شویم. به نظر می رسد همه به این توصیه ها گوش نمی دهند. اینجا بند غرقه است، یکی از تفریگاه های کابل که معمولاً شلوغ است، حتی این روزها که محدودیت گشت و گذار وضع شده. این محدودیت مدتی است در شهرهای کابل، هرات، زرنج، فراه و خوست پیاده شده. حالا با افزایش شمار مبتلایان در کابل، مسئولین دولتی اعلام کردند این محدودیت‌ها احتمالاً بیشتر خواهد شد. وزارت صحت همچنان بر همکاری مردم برای حفظ بهداشت تاکید دارد. در افغانستان در همه جا ویروس است. هر فردی که شما امروش می‌بینید، این گوره فکر بکنید که مشکوک است و احتیاط لازم داشته باشید. دستار و صورت متکرر باشید، مسافه را رعایت بکنید و از تجربات غیر ضروری جلوگیری کنید. حالا از اون مرحله گذشتیم که کی از کدام کشور آمده و مثبت فلم ویروس در خود اجتماع در گردش است. تنها بی‌پروایی عده‌ای از شهروندان نیست. کمبود تجهیزات نیز به این نگرانی دامن می‌زند. هرات با داشتن بلندترین آمار ابتلا تا امروز فقط مجهز به 100 بستر برای افراد مبتلا به کرونا بود. به تازگی با کمک یکی از نماینده‌های پیشین این شهر، یک مرکز 300 بستر نیز برای قرنطینه افراد مشکوک به کرونا افتتاح شد. با بلند رفتن میزان واقعات کرونا که ما متصور هستیم، این تعمیر و این شفاخانه جدید 300 بستر ما کمک میکنه که مریضا ما راحت تر باشند از نظر قضا، از نظر رهایش. برای جمعیت 34 میلیونی افغانستان فقط 3 آزمایشگاه با امکانات ابتدایی در 3 ولایت کابل، هرات و ننگرهار وجود دارد، در حالی که پای این ویروس تا
تاکنون به 21 ولایت افغانستان رسیده و 7 نفر جان باختند. این غم گذشتنیست، ماتم گذشتنیست، این غم گذشتنیست. غمی که معلوم نیست کی به پایان برسد و پای مردم را به بیرون باز کند. با خنده ها دوباره هوا. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. برای صحبت در این باره یعقوب حیدری والی کابل از همین شهر به ما پیوستند. آقای حیدری، یک هفته هست که مقررات منع آمد و رفت در کابل داره اجرا میشه، مردم چقدر رعایت کردند؟ خب تشکر از شما، سلام بر شما و بیننده‌های عزیزتون. یک عده زیادی از مردم رعایت کردند که ما با سپاس اما همواره از اونا سپاسگزاری کردیم، امتنان کردیم، اما بی‌پروایی یک عده قابل ملاحظه و عدم توجه و با مذاق گرفتن قیودات از طرف عده زیادی از شهروندان باعث تشویش بسیار جدی ما شده و ما مجبور هستیم و مکلف هم هستیم، وظیفه ما هست که شرایط و قیودات زیادتری را وضع بکنیم. چه شرایطی رو قرار هست که وضع بکنید؟ خب ما در ابتدا کوشش کردیم که نه تنها با تفهیم و اطلاع رسانی بلکه با سرزنش، اما اکنون سر از فردا کسانی که تخلف می‌ورزند اونا جریمه خواهد شدن و از اونا بازپرس قانونی صورت خواهد گرفت. الان یک نفر در کابل بر اثر بیماری کرونا درگذشت. چقدر نگرانی وجود داره که الان شیوع ویروس در کابل به شدت افزایش پیدا کنه با توجه به اینکه مردم هم جدی نمیگیرن وضعیت رو؟ کاملا امن نگرفتن ایده زیادی وقتی جدی نمیگیرن این وضعیت، احتمال شیوع به شکل بسیار با وسیعش سرعت نفر در کابل اضافه است. 40 نفر مصاب به ویروس کرونا شده، در حالی که یک هفته قبل ما ایره حدود 10 نفر داشتیم. و به این خاطر هم حرف شما درست است، ایره میپذیریم که اگر به مزاق بگیرن شهروندای ما این بسیار خطرناک است و تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم نه جان خود در خطر بردن و نه جان عزیزا و نزدیکای خود و نه از دیگه شهروندان. در زمینه مداوا و مقابله افغانستان درخواست کمک کرده از جامعه بین المللی، ولی در زمینه اطلاع رسانی فکر میکنید که چه کسی بیش از همه مسئول هست و خود دولت افغانستان چه کارهایی میتونه بکنه؟ از روزهای اول دولت افغانستان پلان بسیار منظم و مداومی را روی دست گرفت. علمای کرام، کمیته اطلاع رسانی که در سطح دولت ایجاد شده، کمیته های اطلاع رسانی که در سطوح ادارات محلی با جدیت و تمام اطلاع رسانی کردند و تمام رسانه های عزیز به شمول رسانه معتبر شما، و تقریبا همه میفهمن، خبر دارن، تو کسی نیست که حالا از پیش پرسان کنی تا طفل نفهمه که ویروس کرونا یعنی چی. اما به مزاق گرفتن، وقت نگذاشتن، به جای تفریگاه رفتن، میمونی کردن و بالاخره محافل عروسی در خانه های خود سازمان دادن، این خودش نشان میده یک بیتوجهی و یک بیپروایی در برابر صحت خود و صحت دیگران. متشکرم از شما یعقوب حیدری، والی کابل، با ما از همین شهر. با جدی‌تر شدن قرنطینه در شهرهای روسیه، دولت حالا برای نظارت و ردیابی شهروندان از تکنولوژی‌های پیشرفته استفاده می‌کند، از جمله شناسایی صورت افراد با استفاده از شبکه‌ای در از 10,000 دوربین. مسئولان می‌خواهند این توانایی را با نصب نرم‌افزارهایی برای گوشی‌های شهروندان افزایش دهند. در صورت شکستن قوانین قرنطینه، افراد با جریمه‌های تازه و سنگین روبرو می‌شوند، از جمله 7 سال زندان. سارا رینسفورد توضیح داده که این تکنولوژی در محله خودش در مسکو چطور کار میکنند. اینجا محله من در مسکوه.
در همه این سالهایی که اینجا زندگی کردم هیچ وقت تا این اندازه خلوت ندیدمش. این شهریه که حالا به خاطر شیوع کرونا قرنطینه شده. اگرچه بعضیا میرن سر کار ولی خیابون‌ها به کلی خالی شده. دولت برای اجرای این طرح از شیوه های نظارت پیشرفته استفاده میکنه. این مسیر کار منه. هیچ وقت توجه نکرده بودم که چقدر توی این مسیر دوربین هست. یه دونه همینجا کنار این پوستره. پوستر درباره اینه که چطور در برابر این ویروس همه‌گیر از خودمون محافظت کنیم. یه دوربینمون بالاست چسبیده به سقف ایستگاه اتوبوس. روی ده‌ها هزار دوربین توی شهر مسکو حالا نرم افزار تشخیص چهره هم نصب کردن. بدون وقفه افرادو شناسایی میکنه و به پلیس خبر میده. پلیس اون وقت میتونه ببینه اون قرنطینه رو نقض کرده یا نه. از مزایای بزرگ این سیستم اینه که پلیس پشت سر هم هشدارها رو از کامپیوتر دریافت میکنه. وقتی با ویروسی به این خطرناکی مقابله میکنیم خیلی مهمه که بدون تأخیر واکنش نشون بدیم. این نرم افزار میتونه فاصله اجتماعی رو و همینطور تجمع افراد رو هم گزارش کنه. نکته دیگه این که سیستم شناسایی صورت حتی از زیر ماسک هم کار میکنه. مسئولا میگن تا به حال مچ صدها نفر از متخلفا رو گرفتن. از جمله کسانی که از سفر اومده بودن و بهشون گفته شده بود در خانه خودشون رو قرنطینه کنن. با مردی صحبت کردم که برای بردن زباله از خونه اومده بیرون. نیم ساعت بعد پلیس در خونه‌اش حی و حاضر بود. شما یه دقیقه از آپارتمانت خارج شدی و اونا میدونستن؟ بله میدونستن. پرسیدم چطوری؟ گفتن سیستمی داریم که بهمون خبر میده. میدونم که برای شرایط فعلی خوبه ولی واقعا امیدوارم بعد از این دوره دیگه ازش استفاده نکنن. امیدوارم دنیا همون جوری بشه که بود. ما کنترل این شکلی نمیخوایم. به جز کسایی که کار ضروری انجام میدن، شهروندان فقط اجازه دارن برای رفتن به سوپرمارکت یا داروخونه برن بیرون. به زودی برای همینم باید اول آنلاین ثبت نام کنن و کد بگیرن. شهرداری مسکو گفته اون بخش رو فعلا نمیخواد فعال کنه، ولی سوال اساسی اینه که بعد از پایان این همه‌گیری چقدر این سیستم ردیابی باقی میمونه. همایون خسروی نوازنده ویولونسل بعد از دوره بیماری در لس آنجلس درگذشت و نوازنده بسیاری از آثار موسیقی پاپ و کلاسیک ایرانی بود. صدای ویولونسل همایون خسروی آثار به یادماندنی سینمایی و تلویزیونی مانند گوزنها، گاو و سریال سلطان و شبان را همراهی میکرد. او یکی از نوازندگان آلبوم شب، سکوت، کبیر هم بود. این بخش خبری رو با شنیدن بخشهایی از اجرای او به پایان میبریم.